شماری از ناظران و تحلیلگران سیاسی حتی در داخل ایران معتقدند نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است. برخی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و میگویند ایران در حال فروپاشی است. آنچه اما همه بر سر آن توافق دارند بزنگاهی است که ایران در آن قرار گرفته است. از یک سو تهدیدهای خارجی مثل خروج آمریکا از برجام و خطر رویاروی نظامی با اسرائیل یا آمریکا و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی ایران تا جای پیش رفتند که برخی از آنها به عنوان ابر بحران یاد می‌کنند. نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در این بزنگاه تاریخی چه می‌توانند بکنند؟ چه باید بکنند؟ نقشه راه آنها برای گذار از این مرحله چیست؟ شاهزاده رضا پهلوی میهمان ما در استودیوی واشنگتن دویچه وله است تا به عنوان یکی از چهره‌های اپوزیسیون این پرسش‌ها را با او در میان بگذاریم. خیلی خوش آمدید شاهزاده رضا پهلوی. درود بر شما، درود به همیهنان عزیزم. شما در آخرین بیانیه‌تون هشدارهایی دادید مبنی بر اینکه ایران در خطر انقراض قرار داره و ما الان بر سر دوراهی بقا یا انقراض و دموکراسی یا آنارشی قرار داریم. گفتید باید از همین حالا به فکر پر کردن خلأ پس از فروپاشی باشیم و گفتید، من این جملتون رو میخونم، داد و ستد عملی نخبگان باید از همین حالا آغاز بشه. این یعنی اینکه شما معتقدین حوادثی در راهه. برای تاثیرگذاری بر روند این حوادث چه کاری انجام دادید، یا اونطور که خودتون گفتید چه اقدام عملی برای این داد و ستد نخبگان انجام دادید یا قصد انجامش رو دارید؟ این مسئله موضوع تازه‌ای نیست که تازه به فکرش افتاده باشیم. طبیعی است که وقتی که شما صحبت از یک گزینه دموکراتیک در مقابل یک حکومت توتالیتر می‌کنید، تمام نیروهایی که معرف اون آلترناتیو یا گزینه هستند، باعثی بتونن وظیفه خودشون رو از نظر هدایت و راهنمایی و رهبری جامعه ارائه بدن. شرایط مملکت کاملا امروز واضحه که این حکومت در حالت فروپاشی است. مردم دیگه به اینجاشون رسیده و هفته هاست و ماه هاست که دارن تظاهرات میکنن در چهار گوشه مملکت، اما فراتر از اون بدون یک هدایت و سازماندهی و برنامه ریزی و مشارکت و قبول مسئولیت نیروهای فکری جامعه، رهبران مدنی و رهبران سیاسی، خیلی مشکل میتوان تصور کرد که هدایت این جریان بتونه به نتیجه نهایی و در یک فرمول با نتیجه صحیحش باشه تا همون آنارشی که براتون صحبت میکردم. بنابراین بار اصلی رو دوش امروز این نوع افراد هستش که باعثی به هر طریق که ممکن هست با هماهنگی بین خودشون این شرایط رو فراهم بکنن. من هم به سهم خودم سعی میکنم و در تلاش هستم که با این گونه افراد صحبت بکنم، راهنمایی های لازم رو و گفتگوهای لازم رو انجام بدیم برای به وجود اومدن هرچی بیشتر یک جبهه متحد و واحد در مقابل با این نظام. سه ماه از اعتراضات مردم ایران در دیماه میگذره. در جریان این اعتراضات گروهی از مردم به نفع پدر و پدر بزرگ شما شعار دادن و خواهان بازگشت سلطنت شدند. در این سه ماه آیا تلاشی و اقدامی برای منسجم کردن و اتحاد نیروهای طرفدارتون در داخل ایران انجام دادید؟ ببینید، من تنها دغدغم نجات ایران هست و آزادی مردم ایران و تعیین سرنوشت سیاسی خودشون به دست خودشون توسط نمایندگان خودشون به عنوان منتخبین آزاد و در این شرایط انتخابات آزاد در ایران هست و در اون زمان هستش که مردم ایران خواهند توانست تصمیم بگیرند که برای آینده خودشون چه میخواهند. تنها توجه من امروز به این مرحله از مبارزه هست که بتونیم هرچی زودتر در پس از فروپاشی نظام شرایطی رو فراهم بکنیم که یک حکومت موقت بتونه مملکت رو اداره بکنه و یک نیروی جایگزینی بتونه شرایط رو برای در واقع برگزاری این انتخابات در تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی نوین، بررسی تمام جوانبش، بحث سر شکل نهایی که نظام پیدا خواهد کرد و این گونه مسائل به وجود بیاد تا بتونیم نهایتاً برسیم به اون تصمیم نهایی و پس از یه رفراندوم که تعیین کننده شکل نظام خواهد بود و تثبیت قانون اساسی پیشنهادی به شرایط عادی و روال سیاسی معمول برسیم، یعنی در واقع انتخاب اولین مجلس شورای ملی کشورمون در نظام سیاسی جدید و همچنان مبارزات حزبی در تشکیل اولین دولت آینده.
شما الان هم اشاره کردید که رسیدن به این مرحله نیاز به یک سری آمادگی ها داره تا این مرحله گذار تسهیل و یا تسریع بشه. این آمادگی ها چی هستن؟ به طور مشخص بعد از اعتراضات دی ماه گفتین با رهبران کشورهای دیگه برای حمایت از معترضین مذاکره میکنین. مشخصا با چه کسانی صحبت کردین و به چه نتایجی رسیدین؟ ببینید، تا زمانی که از نظر به شکل ملموسی این هماهنگی بین نیروهای درون مرز و برون مرز در ارائه دادن یک پلتفرم واحد، یک رهبری انتقالی برای گذار از جمهوری اسلامی فراهم نشه، جهانیان کلن میتونن دفاع از حق مسلم مردم ایران برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر بیاناتی بکنن، ولی به شکل خاصی، اقدام خاصی تا زمانی که صورت مسئله به شکل مجهول باشه و ملموس نباشه چیزی نیست که بتونن ازش حمایت عملی بکنن. زمانی من نوعی میتونم برم و در سطح بین المللی رایزنی بکنم برای حمایت اخص از یک جریانی که اون جریان باشه در کار. ما چیزی که در ایران امروز داریم جریان‌های کف خیابونی و مدنی مردم ایران هست در چهارگوشه مملکت، از کشاورزان اصفهان بگیرید تا کردستان بگیرید تا جاهای مختلف که تو تمام ماها دیدیم مقاومت‌های مختلفی بود، ولی این تا یه حدی پیش میره. اگه ما نتونیم از نظر سیاسی یک سازماندهی رهبری سیاسی این جریانات رو برای اینکه به نتیجه برسه کار رو هم برای مردم ایران از طرفی و به جهان نشون ندیم، چیز عملی نیست که ملموس نیست که بشه ازش حمایت کرد. و خب این بایستی دستور کار اصلی و اولویت فوری نیروهای مؤثر در هدایت و رهبری اجتماعی و سیاسی کشورمون باشه و از این لحاظ فکر کنم که نخبگان مملکت یه قدم عقب هستن از کف خیابون و منتظر چی هستن. ما باید این تغییر رو امروز به سرعت پیش ببریم که ایران از بین نره. میلیمتری نمیشه رفت جلو. یک شرطی که جلو چشممون هست و باید این اقدام رو انجام بدیم اگر بخوایم به نتیجه مطلوب برسیم. شما مرتب میگید باید این نیروها رو سازماندهی کرد. خب چطور میخواید اینها رو سازماندهی کنید؟ ببینید، کار من سازماندهی نیروهای درون کشور نیست. این سازمان ها اگر هستند و چنانچه فعال هستند باید بین همدیگر یه راه مشترک همکاری پیدا بکنن برای نجات کشور. من در رؤوس کلی مطالب اون چیزی که به نظر من راه رسیدن و راه موفق رسیدن به نتیجه هست رو تجویز میکنم، ولی کار من مدیریت روزانه جریانات سیاسی نیست. این انتظار نباید از من داشته باشید. من وظیفه‌ای که بر خودم می‌بینم به شکل طبیعی یک عامل وحدت و هماهنگی و یک صدایی هرچی بیشتر جامعه است. باز میگم کاری به یک طیف خاص سیاسی مملکت ندارم، کاری به این ندارم که طرفداران نظام پادشاهی چی میخوان یا طرفداران نظام جمهوری چی میخوان. کار به این دارم که آیا ما برای نجات ایران از این حکومت و رسیدن به یک فردای دموکراتیک نباید امروز همه در یک مسیر متحد و یک صدا با هم حرکت بکنیم و بگذاریم مردم ایران تعیین کننده سرنوشت باشند. دیگه به نظر من بالاتر از سیاهی رنگی نیست. از این مشخصتر نه تنها خود من، خیلی ها صحبت کردیم، ولی اکنون زمان عمل هست. من در حد خودم تلاش خودم دارم میکنم، ولی به قول معروف یک دست صدا نداره. بقیه هم باز وظایف خودشون رو انجام بدن. آیا تلاشی برای این بقیه به قول خودتون یا گروه‌های دیگر اپوزیسیون برای اینکه با اونها به یک توافقی برسین، به یک هماهنگی برسین، به یک اتحاد برسین، آیا تلاشی در این جهت انجام دادید؟ ببینید، من 38 سال این کارو سعی کردم انجام بدم. البته تا این اواخر همچنان یه عده‌ای تو باب اصلاح طلبی حرکت می‌کردن، ولی پس از این دو سال اخیر به خصوص در سال گذشته که این همه حرکت‌ها رو در ایران مشاهده کردیم یه مقدار این برداشت عوض شده، چه از اپوزیسیون برون‌مرزی چه از نیروهای امروز کشور، علل خصوص به خاطر موازی که نسل جدید کشور امروز می‌گیرن. و شاید این حالت فوریت و ضرورت رو از هر زمانی بیشتر امروز حس میکنن یا درک میکنن یا میپذیرن. مسئله اینجا نیست که آیا این رو درک میکنن، مسئله این هستش که چه اقدامی در این رابطه انجام خواهند داد. و برای همینه که من همچنان مشوق این هستم که این جریانات بتونن یک راه مشترکی رو پیدا بکنن که لااقل تا اون زمانی که سر این اختلاف نظر یا سلیقه‌ای نیست بتوانیم مملکت رو به اون مرحله برسونیم که اختیار این تصمیم رو به ملت ایران واگذار بکنیم. ولی ملت ایران
میدونن که این خود به خود اتفاق نمیفته. لازمه این کار هماهنگی، همکاری، همسویی تمام نیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی هستند که امروز باز میگم چه چپ باشن، چه راست باشن، چه نظام پادشاهی رو قبول داشته باشن، چه نظام جمهوری، به خاطر دموکراسی، به خاطر یک نظام سکولار پارلمانی بتونن کنار هم وایستن به عنوان یک جبهه واحد در مقابل نظام کنونی. و تا این اتفاق نیفته ما فراتر از اعتراضات خیابونی پیش نخواهیم تونست بریم. نکته اینجاست مردم ایران امروز دارن به قیمت جان مبارزه میکنن، ولی وظیفه نخبگان هستش که این رو بی جواب نگذارند و اکنون توپ در به قول معروف زمین اونهاست. آقای پهلوی، شما در سال 1392 شورای ملی ایران رو تأسیس کردید و اعلام کردید هدف این شورا برگزاری انتخابات آزاد و سالم در ایرانه. شهریور سال گذشته خودتون از ریاست این شورا استعفا دادین و گفتین، من این جملتون رو میگم، بدون وابستگی به گروه خاصی مستقلا میتوانم نقش بهتری برای همراهی و نزدیکی گروه‌های سیاسی ایفا کنم. چرا و بر اساس چه معیاری فکر میکنید کار سیاسی، یعنی دقیقاً کاری که شما قصد انجامش رو دارید، بدون وابستگی به یک گروه سیاسی خاص امکان پذیره؟ این آیا به نوعی نفی تحزب و نقش اون در پیشبرد دموکراسی نیست؟ ببینید، نیاز ضروری بود برای یک تشکیلات فرامسلکی، فراعقیدتی، فراایدئولوژیک که یک صورت مسئله رو طرح بکنن که در اون مسئله چگونگی اجرای انتخابات هستش زمانی که شرایط انتخابات آزاد در یک کشور وجود نداشته باشه. و شورای ملی ایران رو به همین جهت تشکیل دادیم که بتونه این اساس و این زمینه سازی رو در ایران انجام بده. و این کار رو به مدت 4 سال انجام دادن به کمک هموندانی که در اون شورا هستن و این شورا همچنان کار خودش رو داره ادامه میده. ولی از طرف دیگر من اعتقاد به یک رهبری مادام العمری ندارم، برای اینکه اصلا خلاف آن چیزیست که پایه فلسفی و اعتقادی من هستش. رهبر تراشی، فردگرایی و بت‌سازی راه حل مملکت ما نیست. ما باید سیستم محور فکر بکنیم. اگه توانسته باشم لوازمی رو در کار فراهم بکنم که یه مقداری از این بار رو به گردن بگیره، فکر کنم در جهت صحیح قدم برداشتم. ولی این نیاز رو ندیدم که هر روز و هر شب من مستقیما بخوام مسئول یا رهبر یا نمیدونم چیزی یک سازمانی باشم. و از اونجایی که سازمان‌های مختلفی چه در داخل چه در خارج بایستی فعال باشن یا جریانات سیاسی، این همکاری رو بس بتوانم از یک موضع غیر وابسته و بیطرف انجام بدم و بهتر خواهم تونست اون وقت این کار رو انجام بدم. تا اونجایی که بسیاری از همیهنانم هم فکر میکنم چنین انتظار و چنین نقش رو از من انتظار دارن که در حد امکان دارم انجام میدم. شما هم الان در صحبتاتون هم در همه بیانیهاتون همواره تاکید کردین برای یک راه حل سوم غیر از تغییر خشونتبار و حمله نظامی که از اون به عنوان نافرمانی مدنی نام میبرید. خب سازوکار شما برای پیش بردن این نافرمانی مدنی در داخل ایران چیه؟ آیا فکر میکنید همین بیانیهایی که میدید کافیست؟ باز تکرار میکنم، اگه درست دقت کرده باشید بهتون گفتم که نیروهایی که الان در کف خیابون فعالیت‌های روزانه مدنی انجام میدن که بسیار قابل تقدیر و ارزشمند هستش، کافی برای نتیجه نخواهد بود. این جریانات خیابونی بدون یک هدایت و رهبری و مدیریت سیاسی نمیتونن به اون به قول معروف خانه آخر برسن. اینجاست که بایستی جریانات رهبری های سیاسی، سازمان های به اصطلاح فکری، جریانات روشن فکری، جامعه مدنی و سرانشون و رهبرانشون و معرفینشون و نخبگان، حالا هر چی که میخواین اسمش رو بذارید، این رسالت رو از خودشون نشون بدن. این یک تشکیلاتی رو لازم داره که بر مبنای این همکاری های مختلف پیش خواهد رفت. این کار یه نفر نیست، این همکاری ها باید به وجود بیاد. من تا اونجا که میتونم سعی میکنم در این جریان هر کمکی، هر راهنمایی، هر اقدامی، هر ارتباطی، هر اتصالی، هر راهزنی که لازم باشه رو انجام بدم. ولی فراتر از اون، این باید به دست نیروهایی که الان در داخل کشور هستن انجام بشه. بنده که از این ور دنیا که نمیتونم برم بروز در داخل ایران اثرگذار باشم، ولی کاری که میتونم بکنم اتصال این نیروها هستش و راضیانی از طرف اونها و در ارتباط گذاشتنشون زمانی که آماده خواهند بود در سطح جهانی برای هر نوع حمایت بیشتری که این حرکت لازم خواهد داشت. نقشی که برای خودتون در زمان حیات جمهوری اسلامی قائلید با این صحبت‌های شما مشخص شد. بعد از تغییر نظام جمهوری اسلامی چی؟ بعد از اون چه نقشی برای خودتون قائلید؟
من هیچ به فکر این مسئله نیستم، نمیخوام من باشم، چون تا موقعی که ما این مملکت رو به آزادی نرسودیم اینا همه بحث های عبث هستش. تنها تمرکز من، تنها انگیزه من، تنها هدف من، تنها وظیفه من، تنها کاری که داوطلبانه 38 سال انجام دادم ایجاد هرچی بیشتر همسویی و همفکری هستش بین جریانات مختلف سیاسی با سلیقه‌های دیگر که لااقل در باب حقوق بشر و دموکراسی و سکولاریسم بتونیم مخرج مشترکی داشته باشیم، ولی تصمیم در این که نهایتاً مردم چه میخواهند رو به خود مردم ایران واگذار بکنیم، در شرایطی که مردم آزادانه بتوانند این انتخاب رو بکنند که سرنوشت ایران به دست مردم ایران تعیین بشه، نه به دست نیروی اشغالگر، نه به دست سیاست‌های خارجی، نه به دست هیچ امر دیگری، بلکه به خواسته و به اراده خودشون. و این زمینه رو باید فراهم کرد و این شرایط رو باید فراهم کرد. شاهزاده رضا پهلوی، بسیار سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.